بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسنزاده هستم، استاد آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز در خصوص پرده های مغزی یا مننژها میخوام صحبت بکنم که پرده های مغزی همونطور که میدونید پرده هایی هستند که سیستم عصبی مرکزی ما یعنی مغز و نخاع رو احاطه کردند. این پرده ها شامل 3 لایه هستند که از خارج به داخل یا از سطح به عمق شامل دورامتر یا سخت شامه هست، آراکنوئید یا عنکبوتی هست و پیامتر یا نرم شامه. سخت شامه لایه‌ای است بسیار ضخیم و از جنس بافت همبند متراکم نامنظمه که در اطراف مغز دارای 2 لایه هستش. یک لایه پریاستال که به استخوان متصله یا لایه اندوستال که دقیقاً به استخوان‌های جمجمه متصل هستش، بسیار محکم اتصال پیدا کرده، و یک لایه دیگر لایه مننژیال هستش که به لایه آراکنوئید یا عنکبوتی که در زیرش قرار گرفته اتصال پیدا می‌کنه. همونطور که عرض کردم دورامتر یا سخت شامه از جنس بافت همبند متراکم نامنظمه. در اطراف نخاع این لایه در حقیقت تک لایه خواهد بود و فقط ادامه لایه مننژیالی که در اطراف مغز بود در اطراف نخاع دیده میشه. لایه عنکبوتی یا آراکنوئید لایه‌ای هستش از جنس بافت همبند بدون عروق، کاملا آواسکولار هستش، عروق خونی نداره، و یک لایه داره که به لایه مننژیال دورامتر اتصال پیدا میکنه و لایه هایی رو داره و در حقیقت ترابکولاهایی رو داره که این ترابکولاها میان و به پیامتر یا لایه نرم شامه اتصال پیدا میکنه که نرم شامه بافت همبند سست بسیار پر عروقی است که داخل چین و شکنج های مغز هم وارد میشه. ما در حقیقت برای اینکه این اتصال بسیار محکمی که بین لایه پریاستال یا اندوستال دورامتر یا سخت شامه و جمجمه وجود داره، یه فیلم کوتاهی رو نشونتون میدیم که شما ملاحظه بفرمایید که چگونه این اتصال در حقیقت وجود داره. اینجا اتصال دورامتر خیلی محکمه به پریاست و استخوان، به استخوان خیلی محکم شده، به خاطر همین هم این صدا رو میشنویم. خب ملاحظه فرمودید که چقدر این اتصال ضخیم بود، محکم بود، و در حقیقت لایه مننژیال که به لایه آراکنوئید متصل هستش در پایین قرار گرفته و لایه پریاستال یا اندوستال به استخوان جمجمه متصل هستش که شما الان در همین تصویر هم ملاحظه میکنید که این دو لایه در بعضی جاها از همدیگه فاصله میگیرن و نتیجه این فاصله گرفتنشون ایجاد سینوس های وریدی در داخل جمجمه است. در تصویری که مشاهده می‌کنید ما استخوان جمجمه و همچنین در حقیقت لایه‌های اسکالپ رو در قسمت بالاش نشون میدیم که این 5 لایه‌ای که اسکالپ رو تشکیل دادن شما مشاهده می‌کنید، و در عمق استخوان جمجمه شما 2 لایه مننژ رو در حقیقت دورامتر رو می‌تونید مشاهده کنید و لایه آراکنوئید و در زیر اون لایه پیامتر یا نرم شامه رو مشاهده می‌کنید. سخت شامه دو لایه‌ای که داره، لایه مننژیالش در بعضی قسمت‌ها چین خوردگی‌ها یا سپتوم‌هایی رو ایجاد می‌کنه که برای محافظت بیشتر از مغز هستش. یکی از این سپتوم‌ها که بین دو نیم کره قرار می‌گیره تا کورپوس کالوسوم هم ادامه پیدا می‌کنه، در حقیقت داس مغزی یا فالک سربری نامیده میشه که در کنار فوقانیش سینوس ساجیتال فوقانی و در کنار تحتانیش سینوس ساجیتال تحتانی وجود داره. یک سپتوم دیگر که به صورت افقی قرار گرفته، یعنی بین نیمکره مخ و مخچه قرار داره، اصطلاحاً تنتوریوم سربلا یا در حقیقت چادر مخچه نامیده میشه که مرز بین نیمکره های مخ و مخچه رو ایجاد میکنه، و یک سپتوم بسیار کوچکی در زیر تنتوریوم سربلا قرار گرفته که تحت عنوان فالک سربلا یا در حقیقت داس مخچه نامیده میشه که بین دو تا نیمکره مخچه این در حقیقت لایه قرار گرفته. در جایی که در حقیقت فالک سربری یا داس مغزی با تنتوریوم سربلا یا چادر مخچه به همدیگه متصل میشن، یک سینوس قرار گرفته به نام سینوس رکتوس یا سینوس استریت یا سینوس مستقیم، و در جایی که کنار خلفی در حقیقت تنتوریوم سربلا یا چادر مخچه به استخوان اکسیپیتال متصل میشه هم سینوس های عرضی قرار گرفتن. جایی که سینوس های عرضی با سینوس ساجیتال فوقانی و سینوس استریت به همدیگه اتصال پیدا می کنند، روی اینترنال اکسیپیتال پروتوبرنس ناحیه هستش که اصطلاحا بهش میگیم ملتقای وریدی یا تورکولار هروفیلی،
که این ناحیه در حقیقت جایی است که ساینوس کانفلوئنس هم بهش گفته میشه، ملتقای وریدی، جایی است که وریدها همه به اونجا تخلیه میشن و از اونجا به سینوس های ترانسورس میریزن و از اونجا به سینوس سیگموید و از طریق سوراخ ژوگولار سینوس سیگموید به بالب فوقانی ورید ژوگولار داخلی تخلیه میشه.